خب خیلی ممنون از جناب دکتر آخوندی. آقای کریمی در خدمت شما هستیم. در حد 1 دقیقه لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید تا از این بعد سوالها 1 دقیقه بشود و سایر دوستان نیز در 1 دقیقه سوالشون مطرح بفرمایید تا تعداد اسپیکرهای بیشتری رو بتونیم در خدمتشون باشیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار و جناب آقای دکتر. یه سوالی که من دارم، یعنی از صحبت‌های خودتون آقای دکتر، شما بحث واگذاری بنگاه ها رو مطرح کردید به عنوان یک راهکار. نقطه کور این ماجرا اینه که اولا این مبحث رو چجوری میخواید به انجام بدید؟ آیا اقتصاد ایران ظرفیت این همه واگذاری رو داره و چه اتفاقی راهکار عملیاتی، یعنی اگر از شعار خارج بشیم و یه راهکار عملیاتی بخوایم در مورد این واگذاری ها شما در نظر بگیرید چیه؟ کما اینکه ما تو این سالها دیدیم حتی تو بحث خصوصی سازی های کوچکی هم که اتفاق افتاده، جنبندی بخواهم بحث فساد و پرونده های قضایی همچنان روی هم تلمبار شده. یعنی ما تو مقیاس کوچک هم مشکل پیدا کردیم، توی این مقیاس بزرگتر اولا اقتصاد ایران ظرفیت این همه واگذاری رو داره؟ اگر داره راهکار عملیاتی شما چیه؟ بله دوست عزیز، بیا کنید مهم سیاست گذاری و در واقع اون جهتگیری است که شما انتخاب میکنید. همه میفهمن که در لحظه که شما نمیخواید این کار انجام بدید، ولی مهم اینه که شما آیا میرید به سمت این که یک نوع بنگاهداری متکی به نهادهای عمومی رو تو ایران ترویج کنید یا نظام بنگاهداری متکی به بنگاهداری بخش خصوصی و رقابت منصفانه رو. اجازه بدید من برای شما یک مثال بزنم تا اون مثال شاید بتونه پاسخ شما رو بده. نکات ما وقتی که پیشنویس لایحه اجرای سیاست کلی از 44 رو برای دانش جعفری می نوشتم، اونجا همین رو پیشنهاد کردم. دو تا چیز پیشنهاد کردم اونجا. یکی پیشنهاد کردم که هیچ نهاد عمومی غیر دولتی نباید بالای بیش از 20% سهام هیچ بنگاهی رو داشته باشه. و دوم گفته بودم که باید تمام نهادهای عمومی غیر دولتی در اون زمان که هنوز خیلی هم گسترده نبودن، 1384، اینا با ظرف 3 سال تمام بنگاه‌های موجود خودشون رو در بازار به تدریج عرضه بکنن و بیان به سمت فقط در مدیریت سهام به جای مدیریت بنگاه. این دو تا بحثی بود که من اون زمان توی متن پیشنویس قانون، پیشنویس لایحه گذاشتم. خب جالبه که این وقتی که رفت توی دولت چه اتفاقی برای این نمدرخ داد. بلافاصله این 20% شد 40% و اینکه نمیتوانن بنگاهداری بکنن، گفتن که میتوانن بنگاهداری هم بکنن. وقتی این لایحه با این تغییر، یعنی نمیتوانند شد میتوانند و بعدش 20% به 40% افزایش پیدا کرد، بعدش رفت به مجلس. تو مجلس که رفت در واقع اینا آمدن گفتن که نه تنها 40% بنگاه میتونه در واقع 40% یک بازار رو در واقع به عهده بگیره، یعنی در واقع بازار یه چک سفید امضای ایجاد انحصار مطلق به تمام نهادهای عمومی غیر دولتی داد. این در واقع در مجلس هفتم فکر میکنم اتفاق افتاد. خب این عرض خدمت شما که آغاز این انحراف وحشتناکی است که ما تو حوزه اقتصاد ایران میبینیم که الان در واقع یک وضعیت ناکارآمدی موجودی که شما دارید میبینید که رشد مرتب منفیه. 10 سال جنبندی بفهمید. بله 10 سال سرمایه گذاری روند منفی داره، رقابت اصلا مستقر نیست و این همه فساد تو ایران شکل گرفته. بنابراین اینکه بفهمید عملیاتش چیه؟ عملیاتش که اول این جهتگیری رو روشن بکنه. اگر این جهتگیری رو روشن کردیم، خب بله قطعا باید برایش زمان بندی بذاریم. اگه اون وقت 3 سال آماده بشه، ظرف 5 سال بعد از بازار بیان بیرون و در واقع از بنگاهداری چشم‌پوشی کنم و برم به سمت مدیریت سهامونم زیر 20%. بنابراین اصل شدنیه، حتما هم شدنیه، امکان پذیر هم هست اگر اراده عمومی ملت باشه، ولی مهم اینه که در واقع رئیس جمهور این بحث رو بخواد، یعنی رئیس جمهور یک فهم روشنی از این داشته باشه. مشکل ما اینه که رئیس جمهورهای ما عمدتا سیاسی
و امنیتی، اصلا تصوری از این که وقتی که شما یک نظام بنگاهداریتون در صورت در این وضعیت قرار میگیره، این چگونه رقابت رو مختل میکنه و اصلا چگونه این تولید رو مختل میکنه، این فهم کاملا توی حوزه سیاست در سیاستمدار متاسفانه وجود نداره، لذا حساسیت لازم رو در سیاستمدار ایجاد نمیکنه. اگر سیاستمدار این فهم دقیق رو داشته باشه، اون وقت در واقع اتفاقات خوبی رخ میده. خب خیلی ممنون و متشکر، پاسخ مفصلتون رو شنیدیم. آقای کریمی اگر قانع نشدی بابت پاسخ، در حد 30 ثانیه فرصت دارید که اشکالتون رو بفرمایید. بحث موضوع همون همچنان باقی میمونه در حقیقت، یعنی من اقناع نشدم. خب آیا اقتصاد ایران ظرفیت همچین کاری رو داره؟ همون طور که به قول شما سال 84 این اتفاق افتاد، چه تضمینی وجود داره که دوباره این اتفاق نیفته؟ یعنی این صحبت ها که میشه در واقع همون حرفه، همون بحث اقتصاد سیاسیه. باش ما تصمیم گرفتیم که مثلا بنگاهداری رو بیاریم بالا زیر 20% نهادهای عمومی رو، خب اون 40% که الان مثلا 60% سهم داره چجوری میخوایم واگذار کنیم؟ ساز و کارش چیه؟ خیلی ممنون جناب. اون ظرفیت رو داره یا نه؟ از نظر من این ظرفیت وجود داره، همچنان که توی رشد بسیار زیاد سازمان بورس نشون داده شد که همچه ظرفیتی توی اقتصاد ایران وجود داره. ولی متاسفانه چون که در واقع این بنیانهای نظری خوب دیده نشده، اینا رفت در واقع تبدیل شد به حباب. حال اینکه اگر به جای این داستان همین بحثی که من گفتم، یعنی اگر دولت یک نظریه روشنی داشت و می آمد تصمیم بگرفت که این حجم بنگاه، چون اینا رو فقط گفتن بنگاه‌های دولتی واگذار بشه، حال اینکه در واقع اولویت به این بود که بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی در واقع سهمش رو می آمد زیر 20%، در واقع کاملا علامت اشتباه و علامت غلط به بازار دادن. چون که وقتی میگفتن بنگاه دولتی واگذار بشه، یعنی در واقع جریان بنگاه از دولت برات به سمت نهادهای عمومی باشه، حالی که در واقع بحث اصلی اقتصاد این بود که بخش خصوصی امکان رقابت با این نهادهای عمومی رو نداشت. بنابراین اگر قرار بود چیز عرضه بشه، میباس تمام این سهام بنگاه‌های عمومی تو اقتصاد عرضه میشد، اون وقت شما میدیدید که بله ظرفیتش تو ایران به نظر من وجود داره و میتونم ظرفیت سازی جدید صورت بگیره. خب خیلی ممنون از جناب آقای دکتر آخوندی. در خدمت جناب آقای معماریان هستیم. آقای معماریان خواهش می‌کنم در حد 1 دقیقه سوالتون رو بفرمایید، تا آقای آخوندی هم در حد 3 دقیقه حد اکثر پاسخ بدن، تا تعداد اسپیکرهای بیشتری رو در خدمتشون باشیم. من این نکته رو دوباره خدمت همگی عرض کنم که تصویر زنده جناب آقای آخوندی از اینستاگرام اقتصاد آنلاین و اینستاگرام خود جناب آقای آخوندی پخش زنده هم میشه. در خدمتتون هستیم جناب معماریان. خیلی ممنون آقای مهدی‌زاده، ممنون آقای دکتر آخوندی که پرسش جواب میدین. دو سال همی اولیش این هستش که گفتیم که اگر برجام برحال مذاکرات به نتیجه برسه برمیگردیم به وضعیتی قبلا بودیم، ولی خیلی از ناظران معتقد هستن که با توجه به اتفاقاتی که در 2-3 سال اخیر افتاده، سرمایه گذاران بسیار تردید خواهند کرد که دوباره وارد بازار ایران بخوان بشن به خاطر تغییرات سیاسی که ممکنه در خارج از ایران اتفاق بیفته و به خاطر بی‌ثباتی سیاسی در داخل کشور هست و این زد و خوردهای سیاسی که وجود داره و به هر حال محیط برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و در این حال به هر حال بعد برای چی برگردن ایران و این روند رفتن سرمایه به ایران بسیار کنتر از وقتی خواهد بود که برجام در واقع توافقش انجام شد. مسئله دوم این هست، سال دوم این هست در خصوص هزینه های برنامه هسته ایران هست. بسیاری معتقدن که برنامه هسته ایران بیشتر از 1,000 میلیارد دلار روی دست کشور هزینه گذاشته و آیا میخواستم بپرسم که شما هیچ ارزیابی از هزینه های پنهان و پیدای این برنامه بزرگ در ایران دارین که چقدر به هر حال منابع رو بلعیده و چقدر فرصت ها رو در واقع بلعیده و چقدر رو مردم فشار آورده؟ متشکرم. ممنون جناب آقای خوندی. 3 دقیقه ممنون میشم. بله با بخش اول صحبت های معماریان موافقم، به همین خاطر من عرض کردم که برجام
اگر همراه نشه با بحث FATF و همراه نشه با بحث تغییر رژیم تجاری ایران، بحثشون درسته. من عرض کردم که مشکل ما اینه که در واقع وضعیتمون در یک عدم قطعیت بسیار بسیار سختی هستش و ما مشکل یک وضعیت بسیار نامعینی رو داریم، هم در داخل ایران و هم در صحنه بین‌المللی. بنابراین اینکه باید همزمان، هی من تأکید میکنم که باید هر سه گام با هم برداشته بشه برای اینکه بتونه این عدم قطعیت رو کاهش بده. تا وقتی این عدم قطعیت وجود داره هیچ سرمایه گذاری سرمایه گذاری نمیکنه. شما مگر ندونید که آخر کار فردا قیمت خودرو بالا میره یا پایین میاد یا ثابته، هیچ وقت دست به خرید نمیزنید تا بدونید که قیمت میگن میاد پایین متوقف میشه، بگن قیمت میره بالا ممکنه تعجیل بکنید که نکنه فردا گرانتر بخرید. بنابراین خیلی مهمه که شما یک کشور یک ثباتی داشته باشه. قاطعا کسی که میخواد بیاد سرمایه گذاری بلند مدت بکنه نگاه میکنه به این ثبات اقتصادی کشور. بنابراین اصلی ترین مسئله کشور ایجاد یک ثبات اقتصادی، ثبات مالی، ثبات پولی، ثبات ارزی، ثبات قانونگذاری، ثبات عرشبت سیاست گذاری. بنابراین ما حتما نیاز به یک ثبات داریم. من کاملا با نظر جناب معماریان موافقم. اینی که من مؤکدا تأکید میکنم که رئیس جمهور باید دارای گفتمان باشه، چون باید رئیس جمهور کارش اینست که بگه من آدم خوبیم میرم با همه میسازم. رئیس جمهور رو بگه من چگونه یک نظریه پیوسته دارم که میتونم ثبات رو به ایران برگردونم. این اون نکته بسیار مهمی است که ایشون فهمیدن. منم باش کاملا هم با ایشون کاملا همراه هستم راجع به برآورد برنامه هستی. من هیچ برآوردی متاسفانه ندارم. خب خیلی ممنون از جناب دکتر آخوندی. آقای معمار نژاد اگر قانع نشدید در حد 30 ثانیه اشکالتون رو بفرمایید ممنون میشم. خب ظاهرا آقای معمار نژاد تشریف بردن بیرون. در خدمت جناب آقای سیاوش فلاحپور هستیم. ممنون میشیم در حد 1 دقیقه سوالتون رو بفرمایید. سلام، خیلی متشکرم از شما و همچنین آقای آخوندی. متشکر از شما که گفتگوی مستقیم با مخاطبینتون رو انتخاب کردید. جناب آقای آخوندی، من سوالم مشخصا در باب وضعیت ما در منطقه هستش. ما امروز در لبنان حضور داریم، در سوریه حضور داریم، در عراق حضور داریم، اما وضعیت اقتصادی و روابط اقتصادی تجاری ما اونطور که در واقع هزینه هایی صورت گرفته برای حضور ما در این کشورها اصلا متناسب نیست. حالا کمی به استثناء عراق که اون هم واقعا دیگه اجتناب ناپذیر به در واقع اقتضای همجواری یا همسایگی. در همین لبنان اونچه که ما ببینیم یه سری کالاهای محدودی میاد در جنوب کشور بین تعاونی های شیعیان، اما بازار دست نیروهای دیگری. در مقابل ما کشور ترکیه رو میبینیم که همین الان ترکیه که معارض نظام سوریه بوده و از مخالفین این نظام حمایت کرده سهم بیشتری از اقتصاد سوریه داره نسبت به ما. بحث ادلب و حلب نیست، بحث کل سوریه است. من سوالم از شما اینه که این وضعیت نتیجه چه روی کردیه؟ چه بخشش به تحریم ها و انزوای ایران برمیگرده، چه بخشش به ناکارآمدی ما برمیگرده، و اگر احیانا ما به سمتی رفتیم که تصمیم های درست اتخاذ شد، بله بله، تمام اون مسائل فنی که شما بیشتر بهش واقفید درست اتخاذ شد، چه آینده پیش روی اقتصاد ایران در بازارهای این کشورها میتونه باشه؟ متشکرم. من یک سخنرانی رو از کیسینجر میخوندم، فکر میکنم مال 1985، و بحثش این بود که تازه داشت چین میامد بالا و خلاصه شاخشونه میکشید برای امریکا و همچنان جهان هم در وضعیت دو قطبی بود و امریکا برای اولین بار با یک نیروی بازیگر جدیدی روبروی خودش مواجه بود و مونده بودن که چه سیاست و چه استراتژی رو باید انتخاب بکنن. خب بدونیم که کیسینجر از جمله کسایی است که عمدتا ریالیست و به قدرت سخت متکی هستش و بیشتر معتقد به کاربرد سیستم نظامی و قدرت سخت.
ولی تو سخنرانیش میگفتش که ما کاری که باید بکنیم باید قاعده بازی رو وقتی که میرسیم به یک همچه تنگنایی باید بیاییم قاعده بازی رو یک تغییری بدیم و اون تغییر اینه که قدرت سخت ما باید همراه بشه با قدرت اقتصادی و اگر ترکیب بشن اون وقت در واقع ما میتوانیم بیاییم و یک رویارویی خوبی رو داشته باشیم. بنابراین بلافاصله میاد بحث قدرت اقتصادی رو میذاره کنار قدرت سخت نظامی و این دو رو با هم میبینه. این رو من از این جهت میگم که ما مشکلمون توی ایران اینه که یه عده تصورشونه که وقتی از اقتدار ایران، از قدرت ایران صحبت میکنن تمام قدرت و اقتدار ایران رو در یک قدرت دفاعی میبینن. قطعا یک کشوری مثل ایران با داشتن دشمنی مثل اسرائیل حتما نیاز به یک قدرت دفاعی بسیار بالایی هستش، ولی این قدرت دفاعی وقتی میتونه مؤثر باشه در منطقه یا در کل جهان این که همراه با یک قدرت اقتصادی باشه. برای اینکه به همراه باشه به قدرت اقتصادی ما حتما نیاز داریم که صحنه اقتصادی ما یک صحنه رقابتی و صحنه کارآمدی باشه. تمام بحثی که من تا حالا دارم اینه که این نحوه مدیریت اقتصاد ما هیچ کمکی به افزایش اقتدار اقتصادی ایران در نه در ایران و نه در منطقه نمی‌کنه. بنابراین ما حتما نیاز داریم که نسبت به حکمروایی اقتصادی ایران تجدید نظر کلی بکنیم. خب ممنونم از جناب آخوندی. آیه فلاحپور اگر نکته ای مد نظر بله بله بوده. اگه 30 ثانیه به من مهلت بدید درباره یکی از سوالایی که از آقای دکتر مطرح شد، من چون راجع به بحث واکسن بود بفهمید 30 ثانیه برای عزیزم احترام قائلم، اما اینکه ما بگردیم دنبال کشورهایی که وضعیت واکسیناسیونشون خوب نبوده و بخوایم خدای نکرده وضعیت ایران رو توجیه بکنیم اتفاق مطلوبی نیست. ما میتونیم خودمون رو حتی با اردن مقایسه بکنیم، با مراکش، جمهوری آذربایجان، تمام این کشورها وضعیت واکسیناسیون بسیار مطلوبی دارن. من دوستانی در اردن دارم زیر 30 سال که دو دوز واکسن زدن. اردن کجای معادلات و اقتصاد جهانیه که بعد از ما جلوتر باشه؟ بپذیریم که شرایط کشور در این زمینه خوب نبوده و راه اشتباهی رفته. خیلی متشکرم از شما. مرحبا به ناصر نقربان. خیلی ممنون از جناب آقای آخوندی. من یه عذرخواهی از جناب آقای معماریان بکنم، من اشتباهاً به صورت لفظی ایشون رو معمار نژاد خطاب کردم، عذرخواهی من رو پذیرا باشید. سلامت باشید. در خدمت خانم حسینی هستیم، در حد یک دقیقه ممنون میشم سوالتون بفرمایید، بعدش جناب آقای هاشم خانی و خانم آذرپیک سوالاتشون رو خواهند پرسید. سلام عرض میکنم، ممنونم. آقای آخوندی، شما به لزوم تغییر مدیریت های اقتصادی همین در سوال قبلی اشاره کردین و از یه ذره قبلتر راجع به اقتصاد نسبتاً سالم در دوران اصلاحات گفتین. آقای آخوندی، حالا به غیر از مبالغ زیادی پول که در همین دولت آقای روحانی گم شده، آقای یوسفیان مولا گفتن 9 میلیارد دلار، آقای جهانگیری از 22 میلیارد دلار گفتن، آقای نمکی از 2 میلیون یورو، دیوان محاسبات کشور از 5 میلیارد دلار، فسادهای پرونده های فساد زیادی هم رو شده، از جمله برادران آقای روحانی، جهانگیری، دو تا نماینده مجلس، پسر و داماد. ممنون میشم جمع‌بندی بفرمایید. بله، یک جمله آخر، چطور میتونیم مدیریت اقتصادی رو عوض کنیم برای اینکه از فساد اقتصادی جلوگیری بشه و چطور میتونیم بگیم که عملکرد اصلاح طلبان به دور از فساد بوده؟ ممنون. نه، بحث من همواره در تابع فساد اینه که اگر اقتصاد زیرزمینی باشه مستعد فساد. این بحث اثبات شده است، خیلی نیاز به قسم حضرت عباس نداره. شما توی عرصه خدمت شما استادیوم 100 هزار نفره که دو تا تیم با هم بازی میکنن یا توی بقیه ورزش ها میبینید که همه چی به شکل شفاف در مرعا و منظر هم بینندگان تلویزیون هم حاضران در استادیوم هست. بنابراین نکته بسیار مهم اینه که باید اقتصاد از حالت زیرزمینی خارج بشه. من اینکه اینقدر اصرار میکنم به بحث در شاید خدمت شما که
مسئله حل مسئله برجام، مسئله FATF و مسئله رژیم تجاری اینه که در واقع تجارت تو ایران به صورت رسمی و شفاف صورت بگیره. من راجع به این موارد که شما گفتید راجع به هیچ کدومشون هیچ قضاوتی ندارم، چون هیچ کدوم اینا هنوز به نتیجه نرسه و هیچ دادگاهی حکم صادر نکرده. ولی من اساسا بحثم این کیسا نیست، بحث من اینه که وقتی که اقتصاد زیرزمینیه هر گونه شایعه‌ای ممکنه گسترش پیدا بکنه و هر اتفاقی ممکنه رخ بده. بنابراین رئیس جمهور باید کاری که بکنه اینه که باید اقتصاد از حالت زیرزمینی خارج بکنه، بعد اقتصاد روی زمین. اگر اقتصاد آمد روی زمین قاعدتا ریشه بسیاری از مفاسد از بین میره. بنابراین اصلی ترین بحث من اینه که ما در واقع باید یک تجارت سالم، آزاد و شفاف روی زمینی داشته باشیم. خب خیلی ممنون خانم حسین، اگر نکته‌ای مونده در حد 30 ثانیه بفرمایید. نه متشکرم، ممنون. خب متشکریم، در خدمت آقای هاشم خانی هستیم. آقای هاشم خانی در حد 1 دقیقه سوالتون رو بفرمایید. سلام و شب بخیر. من 30 ثانیه دومم رو هم ادغام می‌کنم با هم 1 دقیقه که دو سوالم رو بپرسم. سوال اول من درباره تثبیت برجامه. فرض کنیم که همه مذاکرات همین فردا به نتیجه برسه، همه اون توافقات برجام نوبت اول هم برقرار بشه، چه تضمینی برای تثبیتش وجود داره؟ چه تضمینی وجود داره که فردا دوباره با یه تغییر سیاسی این برجام به هم نخوره؟ جواب خودم که دوستم نظر جناب آقای آخوندی هم در باره. آقای هاشم خانی صداتون رو نداریم ما. خب ما میریم در خدمت خانم آذرپک هستیم تا صداشون وصل بشه. آقای هاشم خانی، خانم آذرپک لطفاً 1 دقیقه سوالتون رو مطرح بفرمایید تا مشکل فنی برطرف شه. سمت آقای هاشم خانی. سلام، شبتون بخیر. از هر دو عزیز هم ممنون هستم. آقای آخوندی من سوالم تحریم ها برگرده، خود این کشورها جز افرادی باشن که مداخله میکنن و ممانعت رو از بازگشت تحریم ها؟ جناب آقای هاشم خانی ما حدوداً 40 ثانیه صحبتتون رو نداشتیم، یه چند دقیقه تعامل بفرمایید. خانم آذرپک سوالشون رو مطرح بفرمایید. نوبت منو به بعد موکول کنید، من یه خورده تو مسیرم، فکر کنم اینترنتم خوب نیست. بعد از ایشون من صحبت. خانم آذرپک در حد 1 دقیقه، ممنون میشم. ممنون. آقای آخوندی من از منظر جامعه شناسی سیاسی میخوام یکی دو تا سوال از خدمتتون کوتاه بپرسم. یک نکته این هستش که کاندیدای 1400 احتمالاً روی بورسی ها حساب ویژه باز میکنن. به هر حال 30 تا 50 میلیون در واقع فرد جامعه هستن که مستقیم با داستان بورس ارتباطن. و این نگرانی وجود داره که شعارهای پوپولیستی که در واقع کاندیدای 1400 بدن سر ماجرای بورس در فریب افکار عمومی خیلی نقش داشته باشه، که نظرتون در این حوزه بفرمایید. یکم یه مقامی اومدن گفتن که LG و سامسونگ دیگه وارد ایران نشن. با توجه به قوانین تحریمی سنگین آمریکا، آیا این رفتار ما صحیح هستش که شرکت‌های خارجی که از ایران رفتن رو بخوایم محروم بکنیم از برگشت به ایران؟ اگر وقت بود در مورد رمز ارزها توضیح بدید، در اینکه رمز ارزها دارن وارد کشور میشن، تاثیرش روی اقتصاد ایران و نظام بانکداریمون چی هست؟ مرسی. خب سه تا سوال بسیار مهم رو انجام دادید تا من با ظرف 3 دقیقه پاسخ بدم. در تو بحث بورسی ها فارغ از اینکه کسی بخواد راهزنی بکنه و در واقع سوء استفاده از این توجه افکار عمومی به بحث بورس داشته باشه، واقعیتش اینه که ما باید بتونیم تو بحث بورس دو تا بحث رو انجام بدیم. یکی عرضه اولیه و عرضه بزرگ، که خب یکی از راه حل‌های اصلیش همون بحث در واقع خارج کردن نهادهای عمومی غیر دولتی از بحث بنگاهداری میتونه بخش کمک بسیار موثری باشه، به اضافه که در واقع دولت هم باید بقیه بنگاه‌هاش رو بتونه عرضه بکنه. و نکته بعدی اینه که ما مثل یک نظام در واقع تثبیت اصل پول که برای چیز داریم، برای سپرده‌های قانونی سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها داریم، یک نوع تضمین برای افراد عادی در یه حدی، اونایی که در واقع بیزنسمن حرفه‌ای هم با خودشون ریسک خودشون بپذیرن، ولی افراد عادی‌تر رو باید در یه حدی یک نوعی صندوق تضمینی قاعدتاً باید براشون به وجود بیاد که بتونه اصل پولشون رو
به نحوی ازش حفاظت بکنه. و اما در ارتباط با بحث نمونه شرکت هایی که مثال زدید، دقیقا همینه. شما در واقع وقتی کشورتون پر از ریسک میشه و خودتون در واقع محیط اقتصادی پر ریسک میشه، شما وقتی که 15 میلیون خروج سرمایه از ایران دارید، اینی که حالا در واقع بخوایم یک بنگاه رو در واقع جریمه بکنیم، اینا در واقع بیشتر حالتهای شعاری داره و در واقع نکته ای رو حل نمیکنه، فقط میتونه عدم قطعیت اقتصاد ایران رو بیشتر بکنه. بنابراین ما قاعدتا باید بریم بر اساس اینکه سیاست ایران رو ریسکش کم کنیم، معامله با ایران رو کم ریسکش بکنیم، اقتصاد ایران رو باثبات بکنیم. در اون صورت همه بنگاه های بزرگ دنیا با میل و اراده و با ارائه خدمات بعد از فروش وارد کشور ما میشن. در مورد رمز ارزیابی من اینه که در هر صورت با توجه به تحولات فناورانه که در جهان هست، به تدریج اکثر کشورهای جهان میرن به سمت پذیرش رمز ارزها و در واقع رمز ارزها سهم بیشتر بزرگتری از بازار جهان رو به خودشون اختصاص میدن. ما هنوز دریافت روشنی در حوزه سیاست گذاری و سیاست مداریمون در از بحث رمزارزها نیست. رمزارزها تو ایران همچنان وضعیت غیر رسمی و غیر شفاف و گاهی غیر قانونی داره. قاطعا اگر ما نتونیم روی رمزارزها همراه با سیاست‌های کلی، باز برمیگردم به برجام و تجارت، اگر تو اون ساختار کلی اتفاق رخ نده و برای رمزارزها اتفاق سیاست گذاری درست صورت نگیره، میتونه در واقع نسبت به خروج کمکی بکنه اینا به خروج ارز از کشور و میتونن که ابزاری بشن برای افزایش قیمت ارز رو ایران. خب خیلی ممنون خانم آذرپیک. اگر نکته مونده در حد 30 ثانیه ممنون میشم، بفرمایید. نه ممنونم، از اقتصاد آنلاین آقای آخوندی تشکر میکنم. خب در خدمت خانم فاطمه کریم خان هستیم، در حد یک دقیقه ممنون میشم سوالتون رو مطرح بفرمایید. خیلی سریع آقای آخوندی، دو تا موضوع لطفاً توضیح بدید. ببخشید فقط صداتون ضعیف است، لطفاً اگه میشه بله من بلندتر صحبت میکنم. یکی این که خب وقتی آقای روحانی اومد سر کار، خیلی روشن بیشتر کسانی که حتی بهشون رای داده بودن، با این تصور بهشون رای داده بودن که ایشون یه چهره امنیتی است، ارتباطات خیلی خوبی داره، سالها در سیاست گذاری کلان کشور دخیل بوده، و با این وجود ایشون مثلا مسائلی مثل FATF رو نتونست حل کنه، دو ماه بیشتر از دولت نمونده هنوز نتونسته حل کنه. شما چه چشم‌اندازی دارید که بتونید اگر قرار باشه دولت رو به دست بگیرید، بتونید اینطوری با پیشینه‌ای که دارید بتونید از این پسش این شرایط بر بیاید؟ نکته دوم اینه که آقای رئیسی امروز علنا گفتن که ما باید بانک‌ها رو برگردونیم به حوزه بنگاهداری و بانک‌ها کمک کنن که در واقع بنگاه‌ها شروع کنن به کار، اونایی که نتونستن. از اون طرف مجلس رسماً داره رأی تمایل میده به آقای رئیسی. حالا فرض کنیم که انتخابات به همونطور که شما امیدوار هستید و ممنون میشم جنبندی بفرمایید، نتیجه شد و شما رأی آوردید، شما با این مجلسی که الان خودتونم یه شرحی دادین از شکل نگاهش به سیاست گذاری، چطور میخواید کار کنید؟ بهتون بدم خانم کرم خان. عرشه خدمت شما که در بحث اول مشکل همین بود که شما میگید. نیا کنید دولت و حوزه امنیت و دولت اول داره نظری روشن بود، ولی FATF تو جزء حوزه امنیتی قرار نمیگرفت. FATF تو حوزه مالی، حوزه پولی و تو حوزه تجاری قرار میگرفت و از قضا دولت راجبش داره نظری نبود. اگه شما خاطرتون باشه دولت که 1392 آمد برای بحث FATF، بعدها تو سال 1394 و 95 به تدریج در دستور کار جدی دولت قرار گرفت. بنابراین دولت تو این زمینه دیر اقدام کرد. اگر دولت تو همون دو سال اول که دارای یک سرمایه اجتماعی خیلی خوبی بود، حتی قبل از اینکه مذاکرات برجام انجام بده میرفت روی حوزه FATF، مسئله FATF رو پیگیری میکرد، چون که همچون که میدونید حتی دولت پیشین به این نجرسه بود که مسئله FATF رو حل و فصل بکنه و در واقع حتی در زمانی که جناب جدیدی عرشب و دبیر شورای نتونیدی بودن، اون وقت هم در واقع یک نامه نوشته شده بود که به مجلس که مسئله FATF حل بشه، ولی متاسفانه دولت تو این زمینه دارای نظریه روشن اتفاقا نبود. و اما میبینید که چه کار میشه کرد؟
نکنه تمام داستان برمیگرده که انتخابات چه کار میکنه. انتخابات یک سرمایه اجتماعی بسیار خوبی رو در اختیار هر کسی قرار میده که انتخاب بشه و میتونه در واقع جهتگیری یک تغییر جهتی رو بده در این سیاست های ناکارآمد و این سیاست در وضعیتی که سیاست به بنبست رسیده. بنابراین اگر یک رئیس جمهوری باشه که صاحب گفتمان روشنی باشه و بدونه چی کار میخواد بکنه، تو اون دو سال اول که داره سرمایه اجتماعی خوبه میتونه از اون استفاده کنه. متاسفانه تو دولت های ما همیشه این شعار بوده که آقا دولت اول رو باید به خوشبش گذارون، دولت دوم چون که رئیس جمهور نیاز به رأی نداره اون وقت تازه باید بریم دنبال ارشد اصلاحات. من فکر میکنم که ما باید یک رئیس جمهور رو داشته باشیم که هیچ طمعی به دور دوم نداشته باشه و همه اقداماتی که میخواد انجام بده تو همون دوره اول انجام بده، هیچ چیزی رو به دوره دوم موکول نکنه، همون وقتی که به بهترین سرمایه اجتماعی رو داره از اون سرمایه اجتماعی برای اصلاحات استفاده کنه. این در واقع پاسخ من است. خب خیلی ممنون سرکار خانم کریم خان. اگر نکته‌ای مونده در حد 30 ثانیه مطرح بفرمایید ممنون میشم. سریع، ما شاهد بودیم دیگه در دولت آقای روحانی که سرمایه اجتماعی هم داشت، سر چند تا از وزیراش، تازه مجلس هم چنین مجلس هاردلاینری نبود، ولی چند تا از وزیراش درگیر شدن و ماها هی وزیر معرفی میکرد، سرپرست معرفی میکرد. شما پیشبینی دارید که در چنین چالشی خواهید افتاد و احیانا براش راه حلی دارید یا فکر میکنید نه این چنین چالشی از هم پیش نخواهد اومد؟ حتما چنین چالشی پیش خواهد اومد، ولی هیچ راهکاری جز برگشت به آرای عمومی و مسئله افکار عمومی وجود نداره. رئیس جمهور اگه بتونه رابطه درستی با جامعه برقرار بکنه میتونه بسیاری از خواسته هاش رو پیش بره، ولی اگه رئیس جمهور فکر کنه که باید مسائل خودش رو عمدتاً شخصی حل و فصل بکنه و کمتر به جامعه مراجعه بکنه، قاطعاً دچار تنگنا میشه. من با نظر شما موافقم که در هر صورت مخصوصاً هر رئیس جمهور که بیاد با یک مجلس بسیار سختی مواجه هستش، ولی بزرگترین سرمایه اجتماعیش قاطعا آرای عمومی و اراده عمومی، باید از این آرای اراده عمومی استفاده بکن. خیلی ممنونم از جناب آقای آخوندی. من دوباره یادآوری کنم که این برنامه به صورت زنده از اینستاگرام اقتصاد آنلاین و جناب آقای آخوندی پخش میشه. جناب آقای آخوندی در استدیو اقتصاد آنلاین حضور دارن و تاکنون هم بیش از 370 نفر درخواست پرسش دادن که طبعا ما به دلیل محدودیت وقت به همه این عزیزان نمیتونیم فرصت تریبون بدیم. خب الان در خدمت خانم حبیبیان خواهیم بود. در حد یک دقیقه ممنون میشم سوالتون رو مطرح بفرمایید. سلام جناب آقای آخوندی، خسته نباشید میگم خدمتتون. همونجور که آقای مهدی‌زاده فرمودند، این روم همزمان داره از اینستاگرام اقتصاد آنلاین پخش میشه. بررسی حجم زیادی از دایرکت‌هایی که مخاطبین اقتصاد آنلاین اونجا برای ما فرستادن باعث شد که من خدمتتون برسم. یک سوال خاص داشتم ازتون. برخی از حواشی مطرح شده پیرامون شما در شبکه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها چند ماه اخیر در مورد بحث ثروت نجومی شما، اون چی که مخاطبین ما تأکید کردن روش، ثروت نجومی شما، بحث کدهای بورسی که بعضی از اعضای خانواده شما داشتن و ترک زودهنگام شما از بورس قبل از ریزش چشمگیرش و برخی از حواشی که در مورد فرزند شما عنوان شده، بله، حجم زیادی از دایرکت های اینستاگرام رو به خودش اختصاص داده. من خواستم که خیلی شفاف شما توی این روم بفرمایید که واقعا ثروت آقای آخوندی چقدر تخمین زده میشه. متشکرم. خب عرشه خدمت شما، بگم من البته کاندیدا نیستم که بخوام ببخشید من سه دقیقه منم. خب تا جناب آقای آخوندی گلوشون رو تازه میکنند، عرشه خدمت شما برای توضیح میدن، مشکل خاصی ندارم. عرشه خدمت شما نیا کنید، مشکلی که وجود داره ما تو ایران با یک پدیده بی اخلاقی خیلی خیلی گسترده مواجه است. این ثروتی که راجع به من میگم مثل همون 3400 میلیارد تومان عرشه و خرید بورسیه که من در حالی که اصلا نه یک ریال خرید داشتم نه یک ریال فروش داشتم. حالا در صورت دیگه کشوریست دیگه در یک همچه وضعیت حزیز اخلاقی
قرار گرفتیم، کسی که هیچ خرید و فروشی نداره بهش یک همچین نسبتی رو میدن، حالا دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ و یه همچین بحثی رو مطرح کردم. نه خیر، من ثروتم یه آدم کاملا طبقه متوسط هستم، مثل همه وزرات در واقع دارای خودم به عرصه و هنگامی که وزیر شدم به قوه قضاییه اعلام کردم، کاملا مشخصه که من چه دارم. یه آدم کاملا طبقه متوسط، نه هیچ بنگاه بزرگی رو دارم، نه اصلا کار بنگاهداری میکنم. کارم اینه که صبح معلمم میرم سر کارم، آخر کار از معلم برمیگردم، هیچ دفتری هم غیر از دفتر دانشکده ندارم. حالا در صورت این مسائل رو میگن و به قول معروف کاری هم دست ما برنمیاد. اون کسایی هم که این شایعات رو درست میکنن خودشون میدونن که کاملا دروغ دارن میگن، ولی خب این متاسفانه وضعیت بد اخلاقی است که تو جامعه ایران وجود خارجی داره. خب خیلی ممنون از جناب آقای آخوندی. خانم حبیان اگر در حد 30 ثانیه نکته‌ای باقی مونده بفرمایید. متشکرم آقای آخوندی از توضیحات شفاف شما، متشکرم. خب خیلی ممنون. در خدمت آقای سالاری هستیم، بعدش جناب آقای مصطفی و کیانرسی صحبت خواهند کرد. جناب آقای سالاری در حد یک دقیقه بفرمایید سوالتون رو. بله، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و آقای دکتر آخوندی. سه تا سوال دارم. اولی این که آقای دکتر آخوندی، جناب عالی از جمله کسانی هستید که به اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی اعتقاد دارید، با توجه به فضای عمومی کشور و رویکردهای حاکمه در نظامات تصمیم گیری کشور و به خصوص هستی سخت ثروت و قدرت که در طول این دهه ها نشان دادند که خیلی قائل به این اقتصاد رقابتی شما نیستند، به نظرتون در این بستر این انگاره رو میشه در از محقق کرد و راهکار اون چیه؟ دومی سوالم اینه که یکی از رویکردهای حاکم در نظام حکومت در حدش 30 ثانیه بفرمایید. بله، در تحقق یکی از مهمترین آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی برقراری عدالت بود که این روزها گفته میشه موضوع عدالت تنزل پیدا کرده و تقلیل یافته به عدالت توزیعی و جناب عالی هم اخیراً این انگاره را راهزنی عدالت قلمداد کردید. منظورتون اساساً از این مقوله راهزنی چیه؟ سوال سومم اگر آقای مهدی‌زاده اجازه بدید. وقت نداریم متاسفانه. ممنون. باشه، خیلی ممنون. نیاکونه در بحث اول جناب سالاری عزیز، راجع به اقتصاد آزاد، ما هنوز دولتی که اعتقاد به اقتصاد آزاد داشته باشه تو ایران نداشتیم. و عمدتاً افرادی که بودن اینا در واقع یک افرادی بودن با سوابق انقلابی، یک فهم کلی از حوزه اقتصاد و حکمرانی داشتن. علتش هم که میگم نداشتیم، هیچ کدوم از این رؤسای جمهور تا حالا نه قانون تجهیزات حکومتی رو از بین بردن، نه نظام حمایت از این سازمان‌های مداخله کننده در قیمت گذاری رو. اتفاقاً در دوره همین رؤسای جمهور در واقع قانون تجهیزات حکومتی به تصویب مجمع تشکیل مصلحت رسید و هنوزم برداشت غالبشون اینه که میتونن با هر مسئله گرانی که پیش میاد یا مسئله تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها که پیش میاد، فکر میکنن میتونن چوب بالا ببرن و با به ضرب چوب مثلا قیمت ها رو کنترل کنن، که خب معلومه که یک راهکار کاملا شکست خورده است. 50 سال شکست خورده ولی بازم ادامه میدن. بنابراین خیلی مهمه که این دوره رئیس جمهوری که میاد کاملا وفاداری خودش رو به گفتمان اقتصاد رقابتی و بازار آزاد اعلام بکنه و فقط این نیست که اعلام بکنه، یعنی واقعا شرایط رقابت منصفانه رو ایجاد بکنه و در واقع رقابت فیل و فنجون رو یک نقطه پایانی بهش بذاره. تا وقتی که رئیس جمهور به رقابت فیل و فنجون تن میده، عملا بازار اقتصادی آزاد رقابتی تو ایران شکل نمیگیره. این یک نکته کلیشه. راه حلش هم همونیه که من گفتم، در واقع باید تمام این نهادهای عمومی غیر دولتی اینا در واقع از بنگاهداری برن بیرون تا رقابت و اقتصاد آزاد بشه بین افراد شرکت های خصوصی هم کله و هم قد و هم اندازه، که اون وقت در واقع رقابت منصفانه صورت بگیره. راجع به بحث عدالت من با شما خیلی موافقم، من یه صحبت مفصلی راجع به عدالت کردم. الان وضعیت چگونه هستش؟ الان وضعیت اینه که یک نابرابری بسیار گسترده وجود داره،
یک سری نهادها در واقع بخش اعظم ثروت رو در دست خودشون میگیرن، بعدش برای که در واقع جست عدالت مآبانه بگیرن میان میگن خب حالا ما در واقع توزیع میکنیم، کمک میکنیم، یکی میگه مدرسه میسازیم، میگه من یارانه میسازیم، کسی میگه فلان کار میکنم، ولی واقعیتش اینه که اصل مبناش ناعادلانه است. یعنی اصل مبنای اون توزیع ثروت اولیه و اون تمرکز ثروت در اختیار این نهادها اونجا در واقع جایی است که در واقع بی‌عدالتی اصلی اونجا صورت گرفته. بنابراین عدالت وقتی صورت بگیره که امکان دسترسی آزاد و برابر به ثروت، دانش و رشد برای همه مردم ایران وجود داشته باشه. خیلی ممنون جناب آقای سالاری. اگر نکته‌ای مونده در حد 30 ثانیه بفرمایید. سوال جدید. بله، همین نکته‌م اینه که به هر حال با توجه به اینکه فرمودید که هیچ رئیس جمهوری تا به حال این موضوع رو اساساً اعلام نکرده و ورود هم نکرده و جناب عالی که حالا این موضوع رو اعتقاد دارید و دایه اینو دارید، آیا اعتقاد دارید که تحقق اقتصاد آزاد یا رقابتی یه جوری در اصل اون تقلیل عدالت به عدالت توزیع هم در تا حدی حل میکنه؟ وارد بحث اقتصاد رقابتی میشیم، مفهوم چیه؟ مفهومش که ما در واقع میخواییم افراد برای دسترسی به منابع دسترسی برابر داشته باشن و این بحث برابری دسترسی به آموزش، به بهداشت، به دانش، به ثروت، به منابع زیستی، به موقعیت‌های اجتماعی، به موقعیت‌های سیاسی، اینو در واقع بحث رقابته. در وضع موجود وقتی که شما در واقع این وضعیت داستان رقابت فیل و فنجونه دارید، اساسا بقیه حرفا بیشتر حالت تعارف و شوخی داره. اگر شما دنبال عدالت هستید چاره ندارید جز اینکه بپردازید به یک رقابت منصفانه. رقابت منصفانه پایه عدالت. جمع‌بندی بفرمایید. جمع‌بندی کردم. خب خیلی ممنون و متشکر از جناب آقای آخوندی. در خدمت آقای مصطفی خواهیم بود. آقای مصطفی در حد یک دقیقه بفرمایید سوالتون رو. سلام عرض میکنم خدمت همه حاضرین و اتاق و جناب آقای دکتر آخوندی. آقای دکتر آخوندی، همونجور که خودتون فرمودین بیش از 40 سال شما سابقه مدیریت اجرایی و بحث دانشگاهی دارید. من فکر میکنم که نتیجه این بحث، یعنی تجربه 40 ساله برگشته به اون ایده‌ای که شما به اسم ایده ایران مطرح کردید و در سایتتون بالاترین مطلبی که همیشه هست و در موردش در حقیقت چندین مطلب هم دارید. اما در لحاظ شخصی من هیچ وقت ندیدم که شما به عنوان یک ایده پرداز روی این ایده تمرکز بکنید و معمولا همچنان درگیر کارهای اجرایی و کارهای اینگونه هستید. چرا روی این ایده‌ای که در حقیقت تجربه 40 سالتون به اینجا رسیده که این ایده مهمه و مهمترین، فکر میکنم من نظر من به نظر شما مهمترین بخش در حقیقت کاریه که در ایران میشه انجام داد، چرا تمرکزتون رو این حوزه نمیذارید و تمام تمرکزتون رو تو این بخش به کار نمیگیرید که این ایده رو بشه جا انداخت؟ متشکرم. البته خدمت شما که جناب مصطفی، اتفاقا من تمام تمرکزم رو همین بحث ایده ایران هستش. فقط یک دقتی بفرمایید، چون به ایده ایران افراد مختلفی رسیدن. توی حوزه دانشوری تعداد زیادی از دانشوران ایران به بحث ایده ایران رسیدن، ولی یه عده از دوستان از مبدأ حرکتشون و رسیدن به ایده ایران از بحث پژوهش، تحقیق و تاریخی که بسیار ارزشمنده، ولی واقعیتش اینه که من از حوزه اجرا به ایده ایران رسیدم. من وقتی که شروع کردیم از بحث خدمت شما جهاد سازندگی و تصورمون اون روزها خیلی خیلی ساده این بود که ما میتوانیم با یک بسیج عمومی و کمک کردن به درو کردن ارشد خدمت شما که محصولات کشاورزی به کمک کشاورزان میتونیم در واقع یک توسعه ایران داشته باشیم. از اون نقطه من شروع کردم تا بعدها به این نتیجه رسیدم که اساسا توی ایران ما مسئله سیاستگذاری ملی داریم و سیاستگذاری ملی همش برمیگرده به اینکه ما چقدر مسئله ملت ایران، مسئله ایران و موقعیت ایران رو بفهمیم و بفهمیم برای ایران چه نقشی در این موقعیت زمانی در تاریخ ایران و یک فهمی از جغرافیای ایران، از فهمی از تمدن ایران، انباشت نظام معرفتی در ایران، نظم ایرانی، که نظم اجتماعی ایرانی باشه، که ما به چیزهای خیلی خیلی مهمتری نیاز داریم. لذا من
از بحث اجرا رسیدم به مفهوم ایده ایران و بعدها برای من تبدیل به یک ملکه شد. تا وقتی که سیاستگزار و سیاستمدار مفهوم ایران، مفهوم پدیدار تاریخی ایران، موقعیت ایران در این مقطع از تاریخ، موقعیت ژئوپلیتیک ایران، مسئله نظام معرفتی ایرانی، مفهوم نظم اجتماعی در ایران، مفهوم نظم امنیتی در ایران رو نفهمه و این رو در واقع نتونه با پدیده به نام پدیده مدرنیته و تحولات روز جهان در تقاطع قرار بده، اساساً امکان سیاست ورزی و سیاست مداری نداره. به همین خاطر من متمرکز شدم روی ایده ایران، ولی فکر میکنم که بچه تمایزی که میتونم عرض کنم خدمتون همین که با یک نگاه اجرایی به مفهوم ایده ایران نگاه میکنم که در تلفیق با نگاه آکادمی و نگاه دانشوران بتونه برای کشور یک نقطه در واقع بازگشتی رو ایجاد بکنه به سیاست ورزی در ایران. کار بسیار سختیه، ولی امیدوارم که به کمک دانشوران بتونیم یک کار ارزشمندی رو برای ایران انجام بدیم. خب خیلی ممنون از آقای آخوندی. جناب آقای مصطفی اگر نکته مونده در حد 30 ثانیه بفرمایید. آیا آخوند، اینی که من گفتم شما متمرکز نیستید، ببینید شما به این عنوان شناخته شده نیستید هنوز در جامعه. همین اتاق میتونه نشون بده که شما رو به عنوان یک مدیر اجرایی مورد سوال قرار میدن. اتفاقا نقطه قوت شما همینه که از بحث اجرایی رسیدید به ایده ایران و این که میگید متمرکزید. من اصلا تو همین اتاق میشه اصلا بپرسید که آیا شما رو اصلا به این ایده میشناسن. من فکر میکنم که اگر تمرکز شما روی این ایده بود، حتما شما تو این حوزه میتونستید در کنار دوستانی که علاوه تئوری به ایده ایران رسیدن، دقیقا همون که خودتون فرمودید، یک بحثی رو باز بکنیم که کمک بکنه به رفع بسیاری از مشکلات. خیلی ممنون. آیا خونده بفرمایید. در حد چند ثانیه من واقعا از این نگاه آقای مصطفی بسیار سپاسگزارم، چون که مطمئنم که آقای مصطفی هم با من هم نظر هستن که آخر کار راهکار تمام این بحثایی که داریم صحبت میکنیم، بنیادی ترین راهکارش فهم ایران و پدیده ایده ایرانه. اون پایین ترین فهمی است که ما باید پیدا بکنیم. بنابراین من تا اینش که با آقای مصطفی که کوچکترین اختلاف نظری ندارم. فقط یک نکته جرا مصطفی، مشکلی که ما توی ایران داریم اینه که هنوز چه در حوزه سیاست ورزی و چه در حوزه دانشوری یک کمی نگاه ما نگاه ارشد ایدئولوژیک هستش و کمتر مفهوم در واقع پدیدار تاریخی ایران توی ذهن سیاستمداران و دانشوران ایران تبدیل بشده به ملکه. شما قبول دارم فهم شما رو، ولی خب این واقعیت اینه که سیاستمداران ایران کمتر با مفهوم ایران، ملت‌گرایی و مفهوم ملت ایران به شکل واقعی و تأثیرش در سیاست‌گذاری آشنایی دارن. خب خیلی ممنونم از جناب دکتر آخوندی. در خدمت جناب کیانیرسی خواهیم بود. قبلش من از خیر مقدم عرض کنم خدمت جناب آقای آذر جهرمی، باز هم انشالله اگر شد در خدمتشون خواهیم بود. جناب کیانیرسی در حد یک دقیقه بفرمایید. جناب کیانیرسی، خب جناب هاشم خانی اگر تشریف دارید در حد یک دقیقه سوالتون رو مطرح بفرمایید. سلام و شب بخیر. سوال من درباره تثبیت برجامه، یعنی با این فرض که ما همین فردا اینن همون توافقی که سال 94 داشتیم و مجدد با 5 علاوه 1 داشته باشیم، هیچ تضمینی وجود نداره که 2 سال 3 سال بعد مجدد شرایط به قبل برنگرده؟ خودم فکر میکنم حداقل و کف اون چیزی که ما برای تثبیت برجام نیاز داریم اینه که بتونیم اگه به توافقی رسیدیم از خلال اون مفری که ایجاد میشه استفاده کنیم و بتونیم با 7-8 تا 10 تا کشور منطقه تجارت آزاد داشته باشیم و انقدر منافعمون گره خورده بشه با این کشورها که اگه بعداً تغییراتی در آمریکا یا اروپا اتفاق افتاد، خواست تحریم‌ها برگرده، خود اون کشورها بخوان که
در واقع خود اونها اصلا انقدر منافع در هم پیده داشته باشن که خودشون ممانعت کنن از تحریم ایران. دوست دارم نظر جناب آقای آخوندی هم بدون. متشکرم. خودت به پاسخ سوالتو دادی. عرض خدمت شما که بس همینه دیگه. بس اینه که در واقع اگر شما بخواید یک پایداری داشته باشید در یک توافق، بسیار مهمه که در واقع اقتصاد ایران و سیاست ایران چه در محیط داخلی و چه در محیط بین‌المللی با ثبات بشه و هر لحظه متغیر نباشه و دچار ریسک‌های تغییرات فراوان نباشه. بنابراین اگر ما اقتصاد با ثباتی داشته باشیم، بپیوندیم به تجارت جهانی و بتونیم در واقع شرکای خوبی رو در حوزه نه فقط تجارت، حتی در حوزه فرهنگ، در حوزه دانش، در حوزه عرصه و سیاست پیدا بکنیم. اون که بحثی که من راجع به ایده ایران صحبت میکنم، ما اگه بتونیم با حوزه تمدنی ایران در واقع یک رابطه درون تمدنی ایجاد بکنیم و در واقع قلمرو سیاسی، اقتصادی، امنیتی ایران رو ببریم تو حوزه تمدنی ایران، وقت تو اون حوزه تمدنی با یک همچه حوزه در واقع سرشاخ شدن کار بسیار سختیه. بحثش طولانیه ولی اساسا بحث من اینه که اون ایده ایران من تمام بحثش اینه که ما باید در واقع ایران را در درون حوزه تمدنی تعریف کنیم، یک نوع رابطه درون تمدنی داشته باشیم، یک نوع رابطه برون تمدنی داشته باشیم و بتونیم این تمدن رو در واقع با در روبروی جهان قرار بدیم، نه که تک کشور بشیم و در واقع به صورت تک کشور بخواییم با جهان روبرو بشیم. خب خیلی ممنون جناب آقای هاشم خانی. اگر نکته مونده در حد 30 ثانیه بفرمایید. سوال جدید هم لطفا. جناب آقای جناب آخوندی، ببینید فرض کنیم که در این حوزه، یعنی تجارت آزاد بین ایران و کشورهای حوزه تمدنی ایران، تجارت آزاد با یه تعدادی از اینها، فرض کنیم که خب این به سود تثبیت برجام باشه، فکر میکنید قابل انتظار هست توی انتخاباتی که انتخابات ریاست جمهوری که پیش رو داریم کاندیدایی با این شعار یا لااقل یکی از شعاراش همچین موضوعی باشه و کاندیدا بشه؟ گفتمان بیاد همینه، چون که به نظر من ریشه تمام این گرفتاری ما اینه که ما در واقع ایران رو اول خودش رو نشناختیم. من میگم که اگر شما برین به 200 سیاستمدار ایران بگید آقا یک صفحه راجع به ایران بنویس و بگو اصلا پدیدار ایران یعنی چی، من به سختی میتونم بپذیرم که حتی سیاستمدار ایران بتونن یک صفحه راجع به ایران حرف در واقع منظم روشنی بنویسن. مدت هاست ما راجع به ایران، پدیده ایران، نظام معرفتی ایران، تمدن ایران فکر نکردیم. شما البته تمام بحث رو به حوزه تجارت تقلیل میدید، من بحثم نظام تمدنیه. نظام تمدنی مشمول هم بحث سیاست، هم بحث فرهنگ، هم بحث نظم اجتماعی و هم نظم تجاری و هم نظم اقتصادی. بنابراین بله اساسا من فکر میکنم بزرگ تنها راه کار ایران اینه که ما باید برگردیم به حوزه تمدنی ایران، مفهوم ملت ایران بفهمیم. ملت ایران ساخته پرداخته قدرت نیست، ملت ایران وجود خارجی داره و اگه شما اون رو بپذیرید وقت میشید میریم به سمت یک ملت، یک دولت و از این پدیده چند دولتی هم در داخل هم خارج میشیم و در حوزه بین‌المللی هم میتونیم به قدرت تمدنی پیدا کنیم. متشکرم.